سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. مرسی که آموزش منو برای تماشا انتخاب کردید. امروز قراره یه طرح تکست گرافی خیلی ترند بهتون یاد بدم که با برنامه لایت موشن درستش میکنیم و به کمک اکولایزری که توی برنامه لووی درست میکنیم سرهمش میکنیم. برنامه لووی رو میتونید توی گوگل پلی دانلود کنید، چون نسخه آنلاک شده یه بهینه تا اینجا براش پیدا نکردم. حالا فقط یه واترمارک نسخه اصلی که میده، که اون واترمارک هم اوکی میکنم براتون چجوری پاکش بکنید و حالا نندازیدش تو کادر، بهتون یاد میدم. از توی گوگل پلی برنامه لووی رو میتونید دانلود بکنید، لینکش توی دیسکریپشن میذارم و لایت موشن هم توی کانال تلگرام هست، میتونید برید بردارید. برنامه لووی رو اول از همه باز میکنیم. سعی کنید حتما از یه وی پی ان خوب استفاده کنید که از این مرحله رد بشید. اگه وی پی ان تو مشکل داشته باشه تو همون مرحله اول وای میسید. بعد از اینکه وارد این صفحه شدید، چوز ایمیج رو بزنید و یه عکس که بک‌گراند سیاه داشته باشه، یه تیکه سیاه داشته باشه انتخاب کنید. اون تیکه سیاه فقط بردارید به این شکل. چون میخواییم بگیرانده کلایزرمون مشکی باشه که راحت پاکش بکنیم، بندازیمش روی ویدیوی تکست گرافی. خب حالا میریم از توی این قسمتی که اینجا هست، ببینیم من یه ذره نقاشی و اینا براتون انجام بدم مرحله به مرحله. این آپشنی که اینجا هست رو بزنید تا موزیک انتخاب بکنیم. از اینجا بین لیست موزیکاتون میتونی موزیکی خودتون میخواید رو انتخاب بکنید. این تیکه که اینجا هست تمام ویدیوهایی که توی گوشیتونه، با برید اسمشو دقیقا پیدا کنید. اینجا دونه دونه بر اساس حروف الف با انگلیسی برید پایین، اون حرفی که اول فایلتون هست پیدا کنید و ویدیوتون رو انتخاب کنید. موزیک هم به همین شکله. الان من موزیک جدیدی که دانلود کردم مثلا میخوام بذارم، میرم توی حروف الف با رد و رد واین اینجا انتخاب میکنم، یوزو میزنم، موزیک ایمپورت میشه به برنامه. اون تیکه از موزیک که میخوام رو انتخاب میکنم. من چون باید صدای چیزو بشنوم یه لحظه قطع میکنم که بتونم صداشو بشنوم. خب اون تیکه‌ای که من از موزیک میخوام انتخاب میکنم، نقطه اول که اینجا هستا، توجه کنید من با نقاشی بهتون نشون بدم. نقطه اول شروع قسمتی که اکولایزر ما از موزیک میخواد جدا بشه و نقطه دوم و نقطه ای از موزیکی که میخواد تموم بشه. خب نقطه اول من گذاشتم روی 1:36، 1:36 و نقطه دومم گذاشتم روی 2:16، یعنی توی 2:16 باید تموم بشه. همین سادگی. بر اساس این نقطه اون بازه‌ای که میخواید رو انتخاب میکنید. بعد از اینکه بازه رو انتخاب کردید، میرید توی این قسمت ویژوالایزر، اد رو میزنید و خودش به صورت اتوماتیک یه دونه اکولایزر باروار بهش میگن، یه حالت خطی رو بهش میگن اکولایزر بار. خب این حالت رو وارد میکنه و شما با استفاده از چیه؟ یا خدا، امیدوارم میکروفون کار بکنه تا اینجا. با استفاده از آپشنایی که اینجا هست میتونید اکولایزرتون رو تنظیم بکنید. مثلا کجای یه نقطه باشه، یا مثلا استایلش رو تنظیم بکنید، میتونید دایره ایش بکنید که پیشنهاد من همین بارواره و تمام آپشناش میتونید تنظیم بکنید. به هر حال با استفاده از این بیارمش این بالا، بزرگش بکنم یکم، این برامورش بذارم دقیقا وسط کادر و حالا توی قسمت استایل پیشنهاد من اینه که روی این حالت بذاریتش که از دو طرف تکون بخوره. خب
حالا از نظر من بهتره برید وارد قسمت کنترل بشید و یه ذره بیاریدش پایین تر. دقیقا سعی کنید وسط کاد باشه، برای اینکه بتونیم راحت واترمارک رو پاک بکنیم وسط کاد باشه کارمون راحت تره. با استفاده از این آپشن حالا میتونید رنگ و لاب بدید به اکولایزرتون و همین کافی از نظر من، تا همینجا برای من کافیه. و فریم و اینا رو ول بکنید، فقط اون بالا تصویر داره بیت میزنه، من اونو باید ببندم چون یه تیکه از بالای تصویر من تماشا کنید یه تیکه سفید هست، تیکه سفید رو نمیخوام بیارم تو کادر. قسمتی که تنظیم میکنه رو من پیدا کنم، موشن، بله نانش بکنم که تکون نخورم بالا. خب حالا من همینو روی سیو میزنم و شروع میکنه به خروجی دادن، اکولایزر منو خروجی میگیره و توی گالریم سیو میشه. من ویدیو رو استاپ میکنم تا خروجی تمام باشه که تایم ویدیو زیاد طولانی نشه و سلسله سرور نشه براتون. خب بعد از اینکه ویدیوتون رو حالا پیدا کرد تو گالریتون انتخاب میکنید، وارد میکنید و چینشی که مورد نظرتون هست رو انجام میدید. خب صداشون هم حتما ببندید. بعدش حالا میریم و اکولایزر رو میاریم یه دونه مستطیل اضافه میکنیم. خب به این شکل فقط بازه‌ای که اکولایزر توش وجود داره رو انتخاب میکنم و دوتاش رو اینجوری سلیکت لایر میزنم و گزینه وسطی رو این بالا میزنم و گروپن ماسک میشه. بعد از اون میرم توی حالت بلندینگ اوپاسیتی و قسمت لایتن رو انتخاب میکنم. به این شکل اکولایزر من وارد ویدیو میشد. یه ذره کوچیکش میکنم، میزنم شدودن اینجا. خب حالا یه مستطیل به این شکل، مستطیل گوشه گرد یا مربع گوشه گرد است، اضافه میکنم، تبدیلش میکنم به مستطیل به این شکل. یه ذره گردتر میکنم گوشه هاشو، رنگش رو مشکی میکنم و اوپاسیتیش رو میارم پایین حدودن اینقدر، اندازش رو اینقدر میکنم و من تایملاین ویدیومو کامل بکنم که 23 ثانیه است حدوداً، اکولایزرمو تا اینجا کات بکنم و این لایه ماسکمو تا اینجا میکشم. خب تا اینجا من یک کادر اوپاسیتی پایین دارم که در از کادریه که من توش باید کاور و اسم موزیکمو بذارم و تکست گرافیمو روش بنویسم. حالا میرم کاور آهنگمو که دانلود کردم میذارم اینجا، دوباره یه مربع اضافه میکنم که گوشه هاش گرده، بزرگش میکنم، گردترش میکنم گوشه هاشو و دوتاشو با هم انتخاب میکنم. حالا لایمو تا آخر ویدیو میکشم، کوچیکش میکنم، میندازمش تو این کادر این شکل. خب حالا اسم اون موزیکی که میخوام باش تکست گرافی کنم رو اضافه میکنم، رنگش هم قطعا سفید و اینم از فونتش میذارمش این بالا. طبقی استانداردهای جهانی شما باید اول موزیکتون رو بذاریتون بالا با اوپاسیتی و بولدی بیشتر، بعد اسم آرتیستتون رو اضافه بکنید. حالا میتونید این کار رو برعکس بکنید، ولی خب اکثرا تو همین موزیک پلیر ها اسم موزیک بولد تره. پیشنهاد منم استفاده از همین روش، ادیتکس رو بزنید و اسم آرتیستتونم اضافه بکنید.
فکر کنم این بود، این املاش هم فکر کنم حالا بزرگ شد. خب میذاریمش این پایین ماینا به این شکل در راستای همون و یه ذره بزرگش میکنم. حالا میام و اپاسیتیشو میارم پایین به این شکل. خب کار دیگه ای که باید بکنیم جذابیت این کادرمونو بالاتر میبره اینه که از برنامه لایت موشن خارج بشیم، بریم توی برنامه پینترست. اگر پینترست رو ندارید حتما نصب کنید، خیلی کاربرد داره. خب و قسمت سرچ برید و اسپاتیفای آیکون رو سرچ بکنید و دقیقا چیزی که نیاز داریم همین، اینو دانلود بکنید. بیایید دوباره تو برنامه لایت موشن و اون عکس رو اضافه بکنید، لایتن روی حالت لایتن بذاریدش، کوچیکش بکنید، بیارید این پایین ماینا بهش یه جایی بدید اینجا. خب تا الان کادر ما کاملا اوکیه، بسته شده و تنها کاری که باید بکنیم دیگه تکست گرافیه. تکست گرافی میتونید هر نوع متنی اینجا بذارید. خب در اصل کادربندی و اکولایزره. تکست گرافی میتونید یه تکست ساده بنویسید بیاد بره راحت فید بشه، یا از تکست هایی که قبلا آموزش دادم میتونید اینجا هم استفاده بکنید. ولی حالا من تکست گرافی که اینجا بهتون یاد میدم هم میتونید استفاده بکنید. مثلا مینویسم متن تستی برای آموزش. خب فونتش رو انتخاب میکنم، فونت آوینی و اینقدر بزرگش میکنم، سفیدش میکنم قطعا. اد افکت رو میزنم، میرم توی قسمت تکست و افکت تکست ترانسفورم رو انتخاب میکنم، روی حالت استاندارد سیتینگ وارد متن میکنم. خب میرم روی حالت رنج. خب توی قسمت رنج آپشن اند رو انتخاب بکنید، یک کی فریم بذارید اول، یک کی فریم بذارید حدوداً 1/4 پایانی. خب اگر لایه‌مون رو به 4 قسمت تقسیم بکنیم اون 1/4 پایانی، یک کی فریم دیگه بزنید و کی فریم آخری رو بذارید روی 0. خب این تا اینجا کی فریم اولی رو بذارید اول لایه. حالا برید روی آپشن استارت، آپشن استارت دقیقا از شروع 1/4 پایانی که همون کی فریم دومیتون هست یک کی فریم دیگه بزنید و یک کی فریم دیگه اضافه بکنید، اینو بذارید روی 100 و بندازیدش آخر لایه‌تون به این شکل. منحنی و اینا ترجیحاً نمیخواد استفاده بکنید، حالا اگر میلتون هست استفاده بکنید و تسلط هم دارید روی این منحنی ها میتونید استفاده هم بکنید. بریم توی قسمت افکت تکس اند ترانسفورم، دوباره میریم آپشن ترانسفورم رو انتخاب میکنیم و قسمتی که اینجا هست کامپوننت یا همچین چیزی روی حالت لیتر هست، روی حالت بیشورز و دیفالت بذاردش روی حالت ورد که کلمه به کلمه جدا بکنه. حالا دوباره بیاید 1/4 پایانی، 1/4 پایانی روی آپشن آفست یه کی فریم اضافه بکنید، کی فریم بعدی به سمت منفی یعنی به سمت چپ ببرید حدوداً تا منفی 50 و کی فریم رو بندازید اون آخر. خب این برای اینه که وقتی تموم میشه یه ذره متنمون متحرک باشه که برای متن بعدی آماده سازی رفته باشه که فیدینی بهش بده. حالا خودتون متوجه میشید و دوباره وارد قسمت تکس اند ترانسفورم بشید و آپشن آلفا رو ببرید روی منفی 1 به این شکل که متنتون
با محو شدن وارد بشه. خب به این صورت این متنتون در میاد، خیلی هم ساده است، به درد همین طرح هم میخوره. متن دیگه هم میخواید استفاده بکنید، کلی آموزش تکست دارم توی چنل، ولی برای این طرح و این قالب همین کافیه. خب متن بعدیتون هم که به این شکل بنویسید، میبینید که هماهنگ و اوکیه. برای متنهای بعدیتون که میخواید اضافه بکنید نیازی نیست از اول طراحی بکنید دیگه، طبیعتا یه دوپلیکیت میگیرید میذارید جلو به این شکل دقیقا، و بذارید من از اول پاک بکنم. خب بهتون دقیقا نشون بدم چه شکل. متن اولیتون که طراحی شده دوپلیکیت رو بزنید، بندازید جلوش، متنتون اینجور ادیت بکنید و اون بیت بعدی آهنگ رو اضافه بکنید. خب بعدش اون تایمی که خونده میشه این بیت جای، خب بیت ها ممکنه یه جا کم و زیاد بشه، لازم باشه شما تایم لاینتون رو کنترل بکنید، کم و زیاد بکنید لایه‌هاتون رو از طریق این دکمه که اینجا هست بزنید و کم و زیادش بکنید، دیگه خودش تنظیم میشه. خب برای اینکه با کمتر باشه ما اکولایزر رو هاید میکنیم، فعلا ببینید دقیقاً چی طراحی شده. و تا آخر موزیکتون همینجوری طراحی میکنید و اکولایزرتون هم خاموش بکنید وقتی دارید تکستتون رو مینویسید که روون تر بشه برنامه براتون. به هر حال ممکنه دیوایستون پشتیبانی نکنه یا خود برنامه باگ داشته باشه مثل همیشه، این اکولایزرتون رو خاموش بکنید که سنگین نشه پروژه‌تون. ولی وقتی خواستی خروجی بگیرید روشنش بکنید که توی خروجیتون بیفته، اگر این چشمی های حالت هایدتون روشن باشه، یعنی هاید بشه خاموش بشه چشمتون، وقتی توی خروجی بگیرید نمیفته اکولایزرتون. بعد از اینکه کلیپتون تموم شد از این طریق میاید و اکسپورت میکنید ویدیوتون رو. و امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید تا آموزش‌های این مدلی بیشتری ببینید، و ویدیو اگر دوست داشتید میتونید لایکش بکنید تا افراد بیشتری بتونن ببیننش. سوال، درخواست، مشکل یا نظری داشتید حتما توی کامنت برام بنویسید. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدی و خدا نگهدار.